پارک شفق. فرهنگ سرای نیاوران. موزه هنرهای معاصر. بناهایی به یاد ماندنی در شهر تهران که همچنان نام معمارشان را به خاطر می آورند. رومان یه آدم مدرن شناخته شده بود، کاملا ایرانیه و هر کجا تو فرانسه باشه، تو انگلیس باشه، تو امریکا باشه، انگار میگه مال اونجاست. زندگی خیلی باش مشکله، برای اینکه خیلی از کسی که باش نزدیکه و به خصوص کسی که باش زندگی میکنه انتظارات متفاوت داره. هیچ وقت هیچ مانعی رو مثل یه مانعی که میتونه کار رو متوقف کنه نمیبینن، همیشه توانایی اینو دارن که موانع رو به امکان تبدیل بکنن. کامران دیبا، آرشیتکت، نقاش و هیچ کاره. کامران دیبا 14 اسفند 1315 در خاندان طباطبایی تبریز در تهران به دنیا آمد. خاندانی با سابقه و زینفوز از زمان قاجار. پدرش اسفندیار دیبا دندانپزشک بود و دختر عمویش فرح دیبا بعدتر با محمد رضا پهلوی ازدواج کرد و ملکه ایران شد. مادر منم خیلی به معماری و دکوراسیون داخلی اینا خیلی علاقمند بود، ولی هیچ وقت آگاهی نداشتم از اینکه من میتونم یه آدم خلاقی باشم در مورد هنر یا در مورد معماری. سال 1335 دیبا در 19 سالگی برای ادامه تحصیل در رشته معماری در دانشگاه هوارد از ایران به آمریکا مهاجرت کرد. تو دانشگاه زیادم درس خون نبودم، هی پی کارهای خودم بودم. مثلا وقتی ما تحصیلات معماری میکردن، من میرفتم کتابخونه کنگره امریکا کتابای فلسفه میخوندم و بعدنم یه مدتی بند کرده بودم به روانشناسی، کتابای روانکاوی و روانشناسی میخوندم. میخوام بگم که این اطلاعات عمومی من بیشتر نقش داشت در زندگی آینده من تا تحصیلات دانشگاهی. درسش که در رشته های معماری و جامعه شناسی تمام شد، کامران جوان در سال 1345 به تهران برگشت و دفتر معماری و شهرسازی و طرح‌های اجتماعی داز را تأسیس کرد. به خاطر اینکه مطالعات فوق لیسانس جامعه شناسی کرده بودم، خیلی علاقه داشتم به کارهایی که تاثیرگذار رو زندگی مردم. جوان ایرانی که میره امریکا و اونجا تحصیلات عالی میکنه، در رشته خودش مجذوب مدرن ترین دستاوردهای هنر نقاشی و معماری میشه و این آرزو در دلش به وجود میاد که خیلی مهمه این که اینا رو در ایران هم به وجود بیاره نظیرشو، و چقدر خوبه که هموطنان هم برخوردار بشن مثلا از موزهی مثل موزهی گوگنهایم یا مثل موزه هنرهای معاصر. به فکر این رسیدم که خودم یه طراحی رو پیشنهاد بکنم. یکی از اینها هم این موزه بود که یه مقداری از صحبت من با فرح پهلوی ایجاد شد که یه بودجه مختصری در اختیار من گذاشت، من تونستم این موزه رو برنامه ریزی کنم. پیش از ساخت موزه، اما کامران دیبا پارک شفق یوسف آباد را ساخت که اولین اثر عمده او بود. موزه که رو کاغذ بود وجود نداشتش، من برنامهش ریخته بودم، یه کار تو دفتر بود، ولی این اولین کار عملی من در یوسف آباد این زمینی بود که الان پارک شفق اسمشه. یه خرابه‌ای بود اونجا، مردم آشغال می‌ریختن در یوسف آباد، گفتن که خب بیا اینو یه پارک بکن. من فکر کردم که خب اینجا رو تبدیل به یک مرکز اجتماعی و محله بکنم، پس این رو من جوری طرح کردم که ادامه خیابون‌های شارهای اصلی اون کوچه پس کوچه های اطراف اونجا یه جوری از داخل این پارک به شبکه داخل، یعنی رفت آمده داخل پارک ربط پیدا میکنه با شبکه پیاده خارج از
پارک و طبیعتا مردم سر رو هم شده از اونجا عبور میکنن. وقتی که پروژه پارک شفق رو نگاه میکنیم، در این پروژه یه گودال خاکروبه‌ای بوده و بعد وقتی که شهرداری این پروژه رو میده به ایشون، ایشون به جای اینکه بیان گودال رو پر کنن، چیزی که ممکنه به ذهن هر کسی برسه در اولین قدم، این گودال رو تمیز میکنن و اونجا رو تبدیل میکنن به یک بازیگاه زیبایی برای بچه‌ها. و این مثل یه امکانه، مثل امکانی که به ایشون این فرصت رو میده که یه صحنه نمایش درست کنن از بازی بچه‌ها. خب المان‌های قدیمی هم داشت، یه پلی که مثلا بگیم از پل‌های اصفهان الهام گرفته بودم، اونجا رو گذاشتم که از وسط قسمت بازی کودکا رد میشد و پایینش بچه ها بازی میکردن، دورش رو یک جوری درست کردم که مثلا اپرا هستش که یه بالکنایی داره که مردم از اون بالکنا به سن تئاتر نگاه میکنن، اونجا رو هم درست کردم از بالا هم بشه نگاه کرد، بدون این که مثلا من نمیخواستم نرده بذارم و مثل که به این بچه ها رو ما گذاشتیم تو زندان. این اولین فرهنگ سراست در واقع، یعنی ما هیچ جای مجتمعی از فعالیت‌های مختلف رو دور هم جمع نکردیم که اونجا مثلا من سالونی داشتم که هم میشد نمایشگاه گذاشت، هم میشد روش سخنرانی کرد، هم میشد جشن مثلا کودکستان یا دبستان رو اونجا برای یه کلاسی اونجا برقرار کرد یا مردم از اونجا استفاده عروسی بکنن یا غیره. موزه هنرهای معاصر تهران تا امروز شناخته شده ترین اثر کامران دیباست. بنایی که هم طراحی ساختمان و هم مدیریت خود آن را دیبا بر عهده داشت و به نوعی فرزند فکری او به شمار می آید. هدف اولیه من این بود که هنر زمان رو جمع‌آوری بکنیم و به صورت یک مجموعه در دسترس عموم قرار بدیم. موزه‌ای که من طرح کردم یه موزه بود فقط برای حجم آثار هنری ایران. سازه‌ای بتونی به مساحت تقریبی 2000 متر مربع در ضلع غربی پارک لاله تهران. معماری موزه هنرهای معاصر را میتوان بازتاب ایده‌های هنری و روشنفکرانه دوران دانست. دورانی که اغلب هنرمندان و برنامه‌ریزان فرهنگی در ایران به تعبیر رایج به دنبال آشتی سنت و مدرنیسم بودند. ساختمان موزه از این لحاظ تلفیقی است از موتیف‌های معماری سنتی ایران و الگوهای معماری مدرن. تر موزه در واقع یک قسمت مرکزی داره که خب کتابخونه و نمیدونم سالن سخنرانی و اداری و غیره اینا در اون محل متمرکز شده، بقیه به صورت زنجیری میره اطرافش که وسطش هم یه حیات. خب اون حیات هم ما تو ساختمان‌های سنتی ایرونی همیشه یه حیات داریم، اینا مثل یه نوع نفسکش و ریه داخل ساختمانه. یه ویژگی‌هایی از معماری ایرانی تو کارشونه که اصلاً فرمی نیست، یعنی شکل نیست، طاق و قوس نمی‌سازن، ولی مثلا اون چیزی که توی معماری ایرانی هست که همیشه ما یک کانونی داریم مثل حیات که همه فضاها گرداگرد اون حیات شکل می‌گیرن، اینو مثلا ما تو پارک شفق می‌بینیم، اینو در فرهنگسرای نیاوران می‌بینیم، در موزه حتی می‌بینیم کاملا ما یه حیات مرکزی داریم که فضاها دور اون شکل می‌گیرن. به رغم مصالح، کارکرد و حتی زیباشناسی مدرنیستی این ساختمان، تشخیص عناصر سنتی معماری ایران در آن کار دشواری نیست. هشتی و چهارسو، حیات و حوض مرکزی و حتی بادگیر. نحوه برخورد با دستاوردهای به اصطلاح بین گیوم غربی در کار و رشته خودش یه برخورد باز و مثبته. نگاه نمیکنه که اون غریبه است و به ما چه مربوط، میگه خب چیز خوبیه، بشر خلق کرده مام داشته باشیم. من از آثار لو کوربوزیه خیلی خوشم میومد و اونا رو من تاثیرگذار بودن و خب بعضی کارهای فرانک لوید رایت، نه همش، اینا البته بزرگای معماری هستن دیگه، بعد میز وند رو به خاطر
کمگوییش و ظرافتش و استفاده از تکنولوژی جدید و اینا یه جوری تو موزه هستش. اگه دقت بکنی اون چایخونه مثل یه الهامش از کار میزبان روز که یه جعبه شیشه‌ایه در واقع. در کنار 8 گالری، موزه شامل کتابخانه، سینماتک، گنجینه آثار، رستوران و باغ مجسمه است. گالری ها حول محور یک فضای مرکزی مشابه موزه گوگنهایم در نیویورک اثر فرانک لوید رایت روی سر هم سوار شدند. در ضمن یه صراحت تحرک داره. یعنی شما وقتی که در ابتدا شروع میکنید در اون فضای اصلی، این گالری ها رو که میپیمایید همینجور تدریجاً شما همینطور میرید به طرف زیرزمین در واقع، چون گالری ها به صورت حلقه است که به هم زنجیر شدن و این آخرین حلقه میرسین به همون جایی که شما شروع کردید. یه دلیل این که این ساختمان تدریجا میره زیر زمین این بود که من نمیخواستم به کلی یه ساختمان به صورت یه حصاری باشه که رابطه پیاده و خیابون رو قطع بکنه با فضای سبز پارک. در موزه هنر معاصر میبینیم یک حوض باریکی موزه رو از فضای اطرافش جدا میکنه، بی اون که ما مانعی بذاریم که کسی نره جلو، به ساختمون نزدیک نشه یا به مجسمه ها. این آب که یه جوی باریکه، خودش مثل یک دیوار، ولی دیواری که جلوی ما رو سد نمیکنه، حضور داره. همین که به هر حال این آب باز هم رابطه ما رو با معماری گذشتمون، چون میبینیم در معماری گذشتمون همیشه آب هست، اینجا هم باز رابطه ما رو با معماری گذشته برقرار میکنه. حیات موزه در کنار فضایی که ملهم از ساختار باغ ایرانی خلق کرده، مجسمه هایی هم از برخی از شاخص‌ترین هنرمندان قرن بیستم در خود جای داده است، از ماکس ارنست و هنری مور تا پرویز تناولی. دیبا پیش از این در پارک شفق هم با تناولی همکاری کرده بود. میخواستم مجسمه رو بیارم در سطح مردم. روی نصب تناولی گفتم یه مقداری مجسمه درست کن. در واقع ما 6 تا مجسمه درست کردیم با تناولی. تا آخریش مجسمه موزه بود. به نظر من همه محسنات مجسمه در سطح مردم ساختنه که مردم باید بتونن باش ارتباط برقرار کنن. تصمیم گرفتم یه مرد رهگذری که خسته شده و حالا اومده کنار موزه لم داده و نشسته بسازم. تصمیم گرفتم که مدل این مجسمه رو خود دیبا انتخاب کنم، اما بهش نگفتم. و وقتی که به سفر رفت، رفتم از همسرش لباسهای اونو قرض گرفتم. مهندس دیبا خیلی مرد شیک پوشی بود اون زمان، یکی از شیک پوشترین جوانای این شهر بود، لباسای مارکدار آرمانی رو میپوشید و من اون لباسا رو قرض گرفتم و مدلی انتخاب کردم و مجسمه دیبا رو ساختم. و روزی که اون از سفر برگشت خیلی تعجب کرد که شکل خودش رو دید، که البته باعث گرفتاری‌ها و دردسرها و بحث‌هایی هم شد، ولی به هر حال همه به خیر گذشت. این مجسمه الان مفقود نشده، نابودم نشده، خوشبختانه هنوز هست، در انبار موزه هنر معاصر است و من امیدوارم روزی اونو بیرون بیارن بذارن. در جامعه‌ای که تا آن زمان ساخت مجسمه شخصیت‌های واقعی فقط منحصر به شاه بود، مجسمه معمولی کامران دیبا که مثل رهگذری خسته گوشه‌ای از حیات لم داده است، تحولی به حساب می‌آمد. علاوه بر حیات، دیبا برای فضای داخل موزه هم مجسمه‌هایی سفارش داده بود. حوض روغن موزه هنر معاصر رو باز هم یک تعبیر مدرنی میبینم از اون حوض آب مرکزی که در کانون خونه های قدیمی هست، مسجدهای قدیمی هست. کار این آقای هاراگوچی رو دیدم که یه حوض خیلی کوچولویه، دو متر درست کرده اونجا. من این رو خیلی خوش آمدم ایده، برای اینکه روش صیقل بود و به صورت آینه بود که منعکس میکنه اطراف رو، و من فکر کردم اونجا خیلی خوب میشه برای اینکه سقف رو منعکس میکنه به پایین، و این رو سفارش دادم، او هم این رو درست کردش. استعاره جالبیه، برای اینکه خب ما بالاخره همه پول مملکت از نفته، در واقع نفتخوار هستیم و خب
پول موزه و اینا همش از حتی یه مقداری پول مشتبه موزه هم مستقیما از شرکت نفت میادش، از کمک شرکت نفت. اما آنچه امروز موزه هنرهای معاصر تهران را نهادی شاخص در سطح بین المللی کرده، نه فقط معماری آن که بیشتر گنجینه آثار ارزشمندی است که در موزه نگهداری می شود. احتمالاً یکی از بزرگترین مجموعه های هنر مدرن و معاصر جهان در خارج از اروپا و آمریکا. شرایط مالی به خصوصی پیدا شد با بالا رفتن ارزش نفت. این از شرکت نفت یه بودجه در اختیار ما گذاشت که ما این موزه رو به صورت بین المللی در بیاریم و شروع کردیم به خرید آثار هنرمندان غرب و این باعث شد که خب این موزه یک ارزش جهانی پیدا بکنه و اسمش هم که من از ابتدا گذاشتم هنرهای معاصر، ولی خب در واقع در اینجا هم هنر مدرن هست هم هنر معاصر هستش و یک مجموعه خیلی بزرگی ما از هنرمندان تراز اول بین‌المللی در اینجا به وجود آورد. موزه هنرهای معاصر تهران نهایتاً روز 22 مهر 1356 همزمان با تولد ملکه وقت با حضور او و محمد رضا پهلوی افتتاح شد. من اولا قرار نبود رئیس موزه بشم، ولی چون کسی نبود شبانه گفت خودت اینجا رو زاییدی خودتم بزرگش کن. جون کارهای مختلف خیلی تو زندگیش کرده، ولی من تا حالا ندیدم که راجع به هیچ کدوم یه حس اینجوری مالکیت رو داشته باشه که نسبت به موزه داره. برای اینکه واقعا از خط اول این موزه ایشون درگیر بود. همزمان با ساخت موزه هنرهای معاصر، کامران دیبا درگیر ساخت فرهنگسرای نیاوران در شمال تهران شد که به لحاظ فرمی و کاربردی شباهت‌های زیادی به موزه داشت. در کنار پارک شفق و موزه هنرهای معاصر، این سومین اثر کامران دیباست که در زمره آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. با این حال پس از انقلاب در ساختمان این بنا تغییراتی ایجاد شد که با موافقت دیبا نبود. ما نمی‌تونیم بیاییم یک ساختمانی رو ثبت کنیم جدا از اون شخصیتی که این ساختمان رو به وجود آورده. حالا شما یه ساختمانی رو ثبت می‌کنی، اقلا باید روش یه پرونده ایجاد بکنی ببینی که کارهایی که من بهش میگم کارهایی که دستبردیه، یعنی دخالت‌های بیموردی که تو این کار شده که ضروری نبوده اونا چیه و اونا رو در یک طول زمانی سعی بکنی به صورت اولیه برگردونی. یکی دیگر از آثار عمیقاً مدرنیستی کامران دیبا که میتواند مثال شاخصی برای ایده رایج دوران یعنی پیوند سنت و مدرنیسم به حساب بیاید، بنای مینیمالیستی کوچکی است کمی بالاتر از موزه هنرهای معاصر، نمازخانه موزه فرش تهران. شما اونجا وارد میشین، یه محیط محفوظی که دو تا دید داری، یکیش دیدتون به قبله است، یکی هم دیدتون به آسمونه که ای بشین اونجا با آسمون نگاه کنید ابرایی که حرکت میکنن آب شدن، در واقع آسمان میشه یک تابلو و تابلو متحرک. علاوه بر این دیبا مسجد دانشگاه جندی شاپور را هم طراحی کرده است. مسجد سازی من هم چیز عجیبیه، چون من طباطبایی هم ممکنه که ناگاه یه گرایشی دارم به ساختمان‌های مذهبی. این مسجدی که من درست کردم رو مدل اینکه در بازار دیده بودم که مسجدی که تو بازار هست قابل دسترسه، رفت آمد و از قسمت ناهارخوری و باشگاه دانشجوها رو راه رو دادم از صحنه حیات مسجد اینو بگذرن و برم به قسمت‌های دیگه این دانشگاه. یک گذر تدریجی از فضای بیرون آروم آروم به فضای درونی، از یک هیاهو و شلوغی شهر به یک فضای آروم و متمرکز برای نیایش، برای راز و نیاز، برای عبادت. این در واقع یه بیانیه‌ایه، این که شما هر روز از صحن مسجد میگذرین که برین نهار بخورین. من آدم مذهبی به عنوان نیستم، این یک فکر اجتماعی بودش.
سالهایی که دیبا در آمریکا تحصیل می‌کرد، جریان‌های اجتماعی و سیاسی دانشجویی در اوج شکوفایی بودند. دانشجویان آن دوران آرمان‌های پرقدرتی برای خلق آثاری داشتند که تأثیر اجتماعی گسترده داشته باشد. شاید همین تأثیر دوران دانشجویی بود که دیبا را در سال 1356 به خلق شهر جدید شوشتر کشاند. شهرکی که ما اتفاقا برای طبقه کارگر پای ریزی کرده بودیم که جاش رو من عوض کردم و این رو در مجاورت شهر قدیم قرار دادم. این شهرک رو ما درش فکر کرده بودیم که یه به صورت یه شهرک نمونه باشه که عوضی که تراکم عمودی داشته باشه تراکم افقی داشته باشه. به اندازه کافی مدرسه درست کردیم براشون، چند مقدارش هم ساختیم، از مهد کودک گرفته فرهنگسرا براشون من درست کردم، برای اینا سطح کارگری بودش. مسجد براشون درست کردم، حموم عمومی براشون درست کردم، کسی بخواد بره اونجا مشتمال بده، غسل بکنه و بره تو آب شیرجه بره. این تمام این امکاناتی که ممکنه که برای یه قشر اجتماعی ضروری باشه ما در نظر گرفتیم. رابطه انسانی، رابطه بین مردم با هم و با فضا، این برای کارهای آقای دیبا یه نکته کانونیه. بینش کامران اینه که خونه‌ای که ساخته میشه یا فضایی که به وجود میاد باید هم زیبا باشه، هم شاد باشه و هم مفید باشه. شهر جدید شوشتر به دلیل الهامش از سنت شهرهای اسلامی در سال 1365 جایزه معتبر معماری آقاخان را برای دیبا به ارمغان آورد. خب یه مقدار زیادی برخلاف این طرح کار کردن، مسیر رودخونه را هم نمیم یا عوض شده به خاطر سد یا فلان، بعد شروع کردن اون اراضی را هم همه را بذل بخشش کردن، اونجا دانشگاه ساختن اون وسطش. اینا میخوام بگم که این یه مقداری خرابکاری تو این شهر شد که این شهر یکی از نادر شهرهایی که با در نظر گرفتن سنت شهرهای بگیم که اسلامی یا منطقه‌ای ساخته شده. چیزی که من همیشه تو کارم در نظر میگیرم که به عنوان بگیم که امضای شخصی، اینه که سعی میکنم که ایجاد میستری بکنم و بازی بکنم با اون کسی که وارد این ساختمان میشه. در کار آقای دیبا آب همیشه هست، یعنی آب همیشه یکی از المانایی که تو کار ایشون دیده میشه. به نظر من کاراش شادن، همین استفاده‌ای که از آجر سفید میبره و تأکیدی که میکنه که برای که این سبک باشه، برای که زیبا باشه، برای شاد باشه، و یک نوع بازیگوشی هم تو کارش هست. مثلا این پنجره‌های فضولی که درست میکنه، مثلا تو این ساختمان که من دیدم تو جنوب اسپانیا پر از پنجره‌های فضولیه که شما میتونید از اون پنجره‌ها فضولی کنید. شما وقتی تو بنا راه میرین میتونه دائم غافلگیرتون کنه. در تابستان 1357 همزمان با اوجگیری اعتراضات انقلابی و توقف پروژه‌های عمرانی در ایران، کامران دیبا تصمیم گرفت برای مدتی از کشور خارج شود. من خانمم به تعطیلات رفتیم برای مدت کوتاهی، ولی این مدت شد دیگه برای بقیه عمر. من شدم کولی و از این مملکت به اون مملکت. شما برای اینکه بتونی یه کاری رو شروع کنی باید ثبات داشته باشی، یه جا بشینی و تمرکز بکنی هم زندگی تو به طرف اون هدف بگیم که کاری. همیشه نقاشی میکرد و به صورت متوازی با کار معماریش چندین نمایش هم ترتیب داد در ایران، ولی الان خیلی با جدیت نقاشیشو از اول شروع کرده. قابل فهمه که چرا دیبا الان بیشتر به کار نقاشی و مجموعه و اینا پردازه. این دقیقا همون اون چیزیه که میشه انجام داد. البته کارهای معماری هم چندتایی کردن در اسپانیا، در امریکا، ولی این نمیتونه مثل یک دوره کاری معماری ایشون پس از مهاجرت نگاه بشه. خب طبیعتا
اینا وقتی که گذشته یه آدم رو پاک میکنن مثل که آدم دچار امنیزیا میشه، یعنی یه فراموشی، یعنی گذشتهش برای خود آدم هم پاک میشه. از آن روز در تابستان 1357 تا امروز کامران دیبا در فرانسه و اسپانیا زندگی کرده و هنوز به ایران باز نگشته است.